به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. برخی از گردشگران داخلی در بامیان میگویند زمانی که به مکانهای تفریحی این ولایت رفتند، طالبان از آنان نکاحت خواستند. این گردشگران که از ولایت‌های دیگر کشور به بامیان رفتند میگویند که طالبان در چندین بخش بامیان به شمول بند امیر از آنان نکاحت درخواست کردند. گردشگران میگویند که ایجاد محدودیت از سوی طالبان سبب دلسردی گردشگران در ولایت بامیان خواهد شد. عادله که یک سال پس از عروسی به بامیان آمده میگوید که در انگام دیدار از جاذبه‌های گردشگری بامیان، طالبان چندین بار از او و همسرش درخواست نکاحت کردند. او میگوید وقتی که ما به پارک بند امیر رفتیم، چون ما تنها بودیم، طالبان ما را متوقف کردند و گفتند که شما چی همدیگر میشوید. ما گفتیم که زن شوهر هستیم. آنها باور نکردند و شوهرم را از موتر پیاده کردند. این گردشگران داخلی میگویند که ادامه محدودیت‌های طالبان سبب دلسردی گردشگران برای رفتن به بامیان خواهد شد. سارا یکی دیگر از گردشگرانی است که به بامیان آمده است. او گفت امر معروف برای مردم محدودیت‌های زیاد ایجاد می‌کند. مردم هر جایی که می‌روند باید نکاحت داشته باشند و مردم از این موضوع رنج می‌برند. با گرم شدن هوا، فصل گردشگری نیز در بامیان پر رونق‌تر می‌شود. گرمای بی سابقه در جنوب اروپا قربانی گرفت. موج گرما که جنوب آمریکا و شمال غرب آفریقا را در بر گرفته، احتمالاً در چند روز آینده رکوردهای تازه بر جا خواهد گذاشت. ماه جولای هنوز به میانه نرسیده که در مناطقی از اسپانیا دمای هوا فراتر از 40 درجه سانتیگراد رفته است. رویدادهای کم سابقه که در فرانسه، یونان، کرواسی و ترکیه هم مقامهای بهداشتی و کارشناسان هواشناسی را نگران کرده است. در ایتالیا پیش بینی شده است دمای هوا به 48.8 درجه برسد و همین امر موجب صدور هشدار هواشناسی در 10 شهر این کشور از جمله فلورانس و روم شده است. روز گذشته یک مرد 44 ساله در یکی از شهرهای شمال ایتالیا در اثر گرمازدگی مفرط جان باخت. رسانه های ایتالیایی میگویند او در حال کار در خیابان و ترسیم خطوط عابر پیاده رو بوده که از فرد گرما از حال فرو می رود. پس از این که امدادگران در شهر لودی نزدیکی میلان او را به شفاخانه منتقل می کنند، دکتران هم نمی توانند کاری بکنند و از ساعت بعد او می میرد. دولت ژاپن از پذیرش درخواست پناهندگی 114 شهروند افغانستان خبر داد. مقام‌های دولت ژاپن 21 سرطان اعلام کرده است که درخواست پناهندگی 114 شهروندان افغانستان را که پس از چیرگی دوباره گروه طالبان افغانستان را ترک کرده بودند پذیرفته است. به گفته آنان این شمار از پناهجویان افغان که عمدتاً کارمند دفاتر محلی نهادهای مربوط به ژاپن و خانواده‌هایشان در افغانستان هستند، در آگوست 2021 وارد ژاپن شدند. بر اساس اطلاعات این پناهجویان روز گذشته اسناد پناهندگیشان را از اداره مهاجرت ژاپن دریافت کردند. شورای مهاجران افغان در پاکستان با نوشتن یک نامه سرگشاده از حکومت پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و برخی نهادهای حقوق بشری دیگر خواستار رسیدگی به مشکلاتشان و کاهش از سختگیری های اسلام آباد بر پناهجویان و مهاجرین افغانستان شده است. در این نامه که صدها افغان امضا کردند، 15 سرطان به نهادهای حقوق بشری فرستاده شده است. این نامه بیشتر به مشکلات افغان های پرداخته است که پس از تسلط طالبان بر کشور به پاکستان مهاجرت کردند. شورای مهاجران در پاکستان از حکومت آن کشور خواسته است که با آنان ویزا صادر کند و همچنان پناهجویانی را که میخوان از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. در این نامه همچنان از حکومت پاکستان خواسته شده است تا طبق اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون 1951 ژنوا حقوق مهاجرین افغان را رعایت کنند. بیشتر پناهجویانی که به دلیل ترس از طالبان و به هدف رفتن به کشورهای سیومی در پاکستان به سر میبرند، با بی سرنوشتی، مشکلات اقتصادی و روحی دست و پنجه نرم میکنند. افزون بر این، پلیس پاکستان در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد و شهرهای دیگر را تشدید کرده است.
پاکستان در آتش خود می سوزد. نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که شبه نظامیان مسلح به تفنگ، بم دستی و راکت به یک پازگاه نظامی در جنوب پاکستان حمله کرده و دست کم 4 سرباز را کشتند. 3 منبع امنیتی گفتند که شبه نظامیان پس از پرتاب بمهای دستی چندین ساعت با یکدیگر درگیر شدند. اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که 5 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. این گزارش حاکی است که حداقل 3 مهاجم نیز در تیراندازی تلافی جویانه کشته شدند و عملیات برای دستگیری 2 مهاجم دیگر در جریان است. به گفته منابع اردوی پاکستان چندین مهاجم در ساعات اولیه به پایگاه نظامی در منطقه جوب بلوچستان هجوم بردند. 3 منبع امنیتی گفتند که شبه نظامیان پس از پرتاب بمب‌های دستی چندین ساعت با یکدیگر درگیر شدند. ارتش با بیان این که تلاش اولیه تروریست‌ها برای نفوذ مخفیانه و داخل تاسیسات توسط سربازان موظف خنثی شد، افزود در پی تبادل آتش شدید تروریست‌ها در منطقه کوچکی در مرز مهار شدند. و در پایان، آتش سوزی مرگبار در پاکستان. 10 نفر از اعضای یک خانواده در آتش سوزی در پاکستان جان باختند. مقام ها گفتند که 6 کودک نیز در میان قربانیان این رویدادند. این رویداد در شهر لاهور پاکستان اتفاق افتاد. یکی از قربانیان تنها 7 ماه داشت. اعضای خانواده پس از مسدود شدن راه های فرار در آپارتمان خفه شدند. آتش نشانان ساعتها قبل از رسیدن به محل حادثه در جاده های کم عرض گیر ماندند. دلیل این آتش سوزی شورتی برق عنوان شده است. تشکر از توجهتان. تا بعد و درود.